به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم بنده مفتخر هستم که از برنامه مکتب آخادی با درس زبان و ادبیات دری در خدمت شما عزیزان و دوستان خواهم بود دوستان عزیز به درس ششم رسیدیم عنوان درس ما سرزمین من است در مورد سرزمین من ویژگی های اشعار ولایت های بسیار مهم و قدیمی تاریخی در این پهنه کشور عزیز افغانستان برای شما صحبت هایی داریم و در قسمت دوم در حوزه دستور زبان میپردازیم به اسم نکره یا اسم ناشناس دوستان عزیز و قند قبل از اینکه درس را وارد شویم سامانه ارتباطی ما کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید دو و 964 و 255 چل سیزه. ای در واقع کانال ارتباطی ما با شماست آماده ای ارائه هر گونه نظر پیشنهادات کار خانگی شما دوستان خواهیم بود خب قبل از اینکه وارد درس شویم دوستان وارد تخته می و و کارخانگی جلسه قبل را با هم حل می خب دوستان عزیز و گرامی در جلسه قبل برای شما یک کارخانگی مشخص کردیم و گفتیم که کلمه های زیر را جمع ببندید گفتیم که جمع در واقع در مقابل کلمه مفرد است یا کلمه جمع است و یا هم مفرد است اگر کلمه دلالت کند بر یک شخص یا یک شیء خاص می شود مفرد و اگر دلالت کند بر اشخاصی بیشتر از دو نفر یا بر اشیایی که بیشتر از دو نفر باشند به با او در واقع جمع می گفتیم حالی در حوزه زبان و ادبیات دری خود کلمه جمع دو نشانه داشت می گفتیم که نشانه های جمع چی بودند دوستان نشانه جمع یا ای بود که در انتهای یک اسم ما حرف الف و نون را اضافه میکردیم یا در انتهای همو اسم ما حرف ها را اضافه میکردیم که او کلمه جمع بسته شد خب حالی کلمات را برای شما آوردیم و از شما خواستیم که جمع ببندید کلمات چیست جوی، جوان، گوهر، آواز، افغان، بانو کلمات ما هستم خب کلمه جوی را جمع ببندیم چه میشود دوست عزیز؟ احسن میشود جوی ها میشود جوی ها جوان را شما جمع ببند جوان چه میشود؟ احسن جوان را باید با الف و نون انتهای او کلمه جمع بسته چی میشود؟ میشود جوانان البته شما میتوانید جوانها هم بگویید هر دو شکل در حوزه کلمه جوار قابل گفتن است گوهر گوهر می شود گوهرها آواز چی می شود آوازها افغان کلمه بسیار زیبای افغان می شود افغانها افغانها و در انتهای کلمات ما کلمه بانو را داریم که در واقع کلمه بانو نیز مانند کلمه چیست دوستان؟ مانند کلمه جوان است هم میتوانید توانید بگویید که بانوان و هم میتوانید توانید دو بگویید بانوها ولی شکل زبنده در حوزه کلمه بانو چیست دوستان؟ کلمه بانوان است بانوان بسیار بسیار سلیستر، روانتر و قشنگتر است خب دوستان اید کار خانگی جلسه قبل ما بود برایتان حل کردیم میخواهیم وارد درس جدید شویم خب دوستان و گرامیان عزیز رسیدیم به بخش اول درس امروز درس امروز ما در مورد سرزمین من است کشور عزیز ما افغانستان یک سرزمین بسیار پهناور و با مناطق و ولایت بسیار حاصلخیز و بسیار بسیار کهن و قدیمی است از نظر حوزه ادیان از نظر افراد آداب و رسوم انعنه فرهنگات بسیار تنوع و اختلاف نگاهی دارد که همین تنوعات همین گوناگونی ها باعث یگان شکل بسیار بسیار متفاوت در پهنه عزیزمان افغانستان عزیز شده است حال میگویم افغانستان سرزمین علم و فرهنگ است سرزمین است که مردمان او در طول تاریخ فرهنگ را دوست داشتن علم را دوست داشتن و همیشه پیگیر ای بودند که به دنبال ای حرکت کنند معت پرورش بسیاری از شاعران دانشمندان و بسیاری از نویسندگان بوده است ای پهنه ای عزیز شعرهای بزرگ تاریخی دارد که می در اسلاید های بعدی در او پرداخت بکنیم و در واقع این شاعرهای بزرگ اشعار بسیار بسیار زیبا و دلکش دوستان داشتن در حوزه زبان و ادبیات دریخ بحث اول ما در حوزه دوستان مراکز بزرگ تعلیم و تربیت است در کشور عزیزمان ما افغانستان ولایت‌های بسیار بسیار قدیمی و کهن داریم که در حوزه تعلیم و حوزه تربیت سرآمد دوران خود بود. از جمله این ها دوستان می توانیم به این پنج مورد اشاره کنیم. ولایت اول ولایت بلخ است. در قدیم از بلخ به عنوان ام البلاد یعنی مادر همه شهرها، همه ولایت‌ها یاد می‌کردم در واقع در دوره یونانیان مرکز ولایت یونانیان بود مرکز پایتخت یونانیان بود به نام باکترا در واقع میشه بگویم که بلخ یکی از قدیمی ترین ولایت های سرزمین خراسان قدیم است خراسان قدیم پنج ولایت بسیار مشهور داشت که یکی از او ولایت های مشهور همی بلخ است مارکوپولو در در واقع سفرنامه خود میدانی که مارکوپولو یکی از کسانی است که دنیا را بسیار گردیده و گشته و یک سفرنامه بسیار زیبایی دارد مانند سفرنامه ناصر خسرو بلخی ما مارکوپولو در سفر خود در بلخ میرسد و نگاه میکند به مردم و شهر و در واقع فرهنگ و آداب و رسوم و انعنه مردمی و از خود در واقع ولایت برق در سفرنامه خود تحت عنوان یک ولایت باشکوه و با عظمت یاد میکند. ولایت بعدی ولایت هرات است ولایت هرات نیست که میدانید دوستان یکی از ولایت های بسیار قدیمی و مهد پرورش شاعران و نویسندگان بنام است از جمله کسایی که میتواند در این ولایت اشاره بکنیم در واقع خواجه عبدالله انصاری است هرات در واقع یکی از ولایت های خراسان قدیم در کنار بلخ بود میدانیم که گفتیم پنج ولایت بنام داشت یکی بلخ بود یکی هم هرات است کلمه هرات در واقع از, کلمه حریف گرفته شده حرات از حریف حریف به معنای پرشتاب است شاید یکی از علت نامگذاری ولایت عبور رودخانه حریرود باشد که با شتاب و با سرعت از این منطقه عبور میکند ولایت بعدی ولایت غزنی است غزنی را تحت عنوان غزنه هم از او یاد می شود و در واقع افرادی که در اون منطقه زندگی می کند غزنی چی می ولایت غزنی هم در دوره غزنویان در واقع مرکز حکومت غزنویان بود یک ولایت بسیار قدیمی با آثار باستانی بسیار کهن و بسیار دیرینه در سال 2013 در واقع ملادی همین شهر غزنه ولایت غزنه تحت عنوان مرکز در واقع انتخاب شد مرکز جهان اسلام در این سال انتخاب می شود ولایت بعدی دوستان ولایت غور است غور که میدانید که یک از ولایت های بسیار بنام است در افغانستان از نظر نفوس و جمعیت می توانیم بگیم که پر نفوس ترین شهر این ولایت لعل سر جنگل است که در واقع در دوره در دوره غوریان ای در واقع شهر مرکز پایتخت غوریان بوده است و عبور میکنیم و میرسیم در ولایت آخر و به ولایت هزارجات و هزارنشین مشهور است تحت عنوان ولایت بامیان بامیان باستان از ولایت های بسیار بسیار قدیم است در آثار بسیار قدیم و کهن ادبیات دری از این ولایت در دوره هخامنشیان تحت عنوان پارو پامیزاد یاد میکنند که یک ولایت بسیار بسیار قدیمی است که در واقع علت مشهور شدن این ولایت در سرتاسر سر جهان وجود دو بوت است که در واقع میدانی که نشانه او شکل باستانی این شهر است دو بوتی که در واقع یکی ارتفاعش در پنجا و چهار متر میرسد و یکی دیگر ارتفاعش به سی و پنج متر میرسد دوستان از مراکز تعلیم و تربیت افغانستان عبور میکنیم وارد حوزه مشاهیر میشیم پنه عزیز افغانستان ما همواره مورد افراد مشخص و در واقع شخصیت های بسیار مشهوری بوده از ابن سینای برخی، از مولانا، از رابع برخی و اشخاص بسیار بسیار شعیری که میتواند در حوزه افغانستان به عنوان مشاهیر از او یاد کرد خب ابن سینای بلخی ابن سینای بلخی را تحت عنوان همه چیز دان میداند کسایی که ابن سینای بلخی را میشناسند که مرکز ولادت اشان ولایت بلخ است کسی که در حوزه موسیقی در حوزه فلسفه در حوزه طب در حوزه های مختلف دستی بر آتش داشت اشان کسی که در واقع بیشتر در دو حوزه طب و در حوزه فلسفه بسیار بسیار سرامت تر است چهره بعدی دو سان، مولانا جلال الدین محمد بلخیست شاید بگوییم که بزرگترین شاعر در دوران مختلف در حوزه ادبیات دری ایشان است کسی که مصنوی معنوی را میسراید و یک آثار بسیار بسیار کلان در حوزه دارد که اولین بار حوزه عرفانی به شکل تمثیلی را ایشان در واقع پایریزی میکنند نفر بعدی دوستان رابعه بلخی است رابعه بنت کب یا رابعه غزاری که یک از شاعران بسیار مشهور در قرن چهارم می باشد ایشان از نظر پدری می رسد به عرابی که در واقع در منطقه غزار است از منطقه خودکش می کند حرکت می کند وارد منطقه بلخ می شود. در حوزه بلخ مدت ایشان حاکم بلخ می شود و بعد از آن حکومت داری می کند قنده ها رو سستان را پدر که میمیرد جانشین پدر پسر میشود شخصی به نام خارز که برادر رابعه بلخیست در یک مجلس رابعه غلام برادر که به نام بکتاش است میبیند و عاشق و دلباخته بکتاش میشود که دوستان میتوانند در حوزه عشق و عاشقی ای دو نفر کتاب هایی که مربوط به حوزه است را مطالعه کنند نفر بعدی سه جمال الدین است سه جمال دین افغانی هموارشان وقتی که اسم خود را منوشت یگان متن را منوشت تای امت دوستان انتهای امت را امضا میکرد تحت عنوان سید جمال الدین افغانی متفکر بزرگ اسلامی معاصر میباشد متفکر بزرگ اسلامی می باشد که ایشان در حوزه در واقع تفکرات اسلامی و تفکرات نوین اسلامی کارهای بسیار بسیار زیادی انجام داده است کشورهای مختلف از جمله ایران، افغانستان و مصر به شدت تحت تاثیر افکار اشان است عبدالرحمن جامی را بیشتر با کتاب بهارستان ایشان میشناسیم خاج عبدالله انصاری که ملقب به شیخ الاسلام است و مشهور به پیر حرات و پیر انصار است که در منطقه حرات ایشان میزیست است مناجات ایشان را دوستان بخوانید که بسیار شنیدنی و بسیار دلچسب است آیشه دورانی نیز که از شاعران حوزه افغانستان میتوان از ایشان یاد کرد که در دوره تیمونشای دورانی بوده است خوشحال خانه ایشان در واقع یکی یا به طور کلی میتوان بگیم که در دوره معاصر بزرگترین شاعر پشتو زبان خوشحال خطک است که علاوه بر زبان دری به زبان پشتو و مادری خود نیز شعر میگفته است و نفر آخر دوستان خانم لیلا سراحت روشنی است که شاعر دوره معاصر ما بوده متاسفانه در سال 1383 بر اثر بیماری سرطان از دنیا می روید. ایشان در حوزه شعر نویسندگی و روزنامه نگاری بسیار بسیار ید طولایی داشتند که متاسفانه 48 سال بیشتر عمر نمیکنند. خب دوستان می رسیم در حوزه آثار بزرگی که در جغرافیای افغانستان به ظهور رسیده است سه اثر که در واقع اثر جهانی است و به عنوان آثار بزرگ در حوزه قلمرو اسلامی نه در حوزه قلمرو دنیا کل دنیا در واقع این سه اثر همیشه شهرت عام بوده است دو اثر مشهور که می‌بینید یک کتاب قانون است و دوم کتاب شفا از ابن سینای بلخی است کتاب قانون که نام در واقع اصلی اون میشود قانون در واقع فیتب یک کتاب است که در حوزه طب و پزشکی نوشته شده است نزدیک به 700 سال این کتاب در کشورهای امریکایی و اروپایی دو همواره مورد تدریس واقع می شده و شاگردان بسیار زیادی او را مطالعه میکرده. کرده اینقدر مطالعه این کتاب دو سال بسیار بسیار فرار و زیاد بوده است که آمدن در کنار کتاب تورات که کتاب مقدس مسیحیان است کتاب قانون را عنوان ترین کتاب ذکر کردن کتاب بعدی کتاب شفا از ابن سینای بلخی کتاب شفا دوستان در واقع یک کتاب است در حوزه علوم عقلی که می آید و افکار و اندیشه های در واقع فلاسفه قدیم یونان باستان را بررسی می کند سقرات، افلاتون و ارسطو کسانی هستند که در این حوزه مفکورشان توسط ابن سینا در واقع بازخانی شده است کتاب آخر می رسیم در کتابی از مولانا جلال الدین محمد بلخی که مشهورترین اثرشان است از ده تا 19 مصنوی معنوی یک کتاب است که در 6 دفتر نوشته شده نزدیک 26 هزار بیت است 26 هزار بیت و در واقع یک حکایت های بسیار زیبایی را در قالب تمثیل برای خواننده بیان میکند هجده بیتی ابتدایی ای کتاب را دوستان تحت عنوان نینامه از او یاد میکند نینامه بسیار شنیدنی بسیار زیبا و بسیار دلچسب است بشنا از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند که از نیستان تا مرا ببریده اند و از نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش همینطور طور ادامه میداد بسیار شعر بسیار بسیار زیبایی دارد مصنوی رو دوستان توصیه میکنم که حتما بخوانید و با دقت هم بخوانید خب بخش دوم دوستان قواعد دستوری در حوزه قواعد دستوری امروز میخواهیم در مورد اسمی به نام اسم نکره برایتان توضیح دهیم اسم نکره چیست اسمی است که برای مخاطب معلوم و معین نباشد یا به عبارت دیگر اسم دیگر اسم نکره را میگویند اسم ناشناس اسمی که برای ما شناخته شده نباشد ما طرف را نشناسیم حالا او اسم میتواند اسم انسان باشد اسم اشیا باشد اسم در واقع غیر از دو مورد نیز باشد خب حال خود نکرم مانند دوستان مانند جمع در جلسه قبل کلمه نکرم دارای نشان است دو نشانه دارد در زبان دری در واقع یکی حرف یک را قبل از اسم و یا حرف یا را بعد از آن در پایان اسم علاوه میکنیم یعنی چی دوستان؟ نگاه کنید دوستان ما یک جمله داریم مانند چی؟ میگوییم علی یک کتاب دارد علی یک کتاب دارد خب اسم نکره ما در این جمله کدام کلمه است؟ کلمه کتاب میشه چی دوستان؟ اسم نکره ما چرا اسم نکره است؟ چون قبلش یک نشانه نکره آمده نشانه چی می باشد؟ نشانه یک در واقع همون نشانه نکره است که کلمه کتاب را نکره کرده است دختری به مدرسه وارد شد دختری در واقع میشه چی دوستان؟ دختر خودش میشود کلمه نکره اسم نکره حالا این اسم نکره نشانه چیست نشانه او حرف یا است که در انتهای کلمه دختر اضافه شده دختری کدام دختر او دختر رو میشناسی شما نه این دختری که برای ما نامعلوم است نامشخص است و متعین نمی باشد را تحت عنوان اسم نکره اسم ناشناس از او یاد میکنیم خب حال میرزیم دوستان در کار خانگی کار خانگی جلسه آینده ما در واقع چند جمله است که از شما خواستیم که کلمه, کلمه و کلمه های نکره رو در او مشخص کنیم خب به شعری که دوست داشتم رفتم مردم محل یک مدرسه ساختن افغانستان کشوری با زنانی شجاع و دلیر است نگاه کن دوستان سه جمله برای شما ذکر شده که از شما خواسته شده اسمهای نکره اسمهای ناشناس را برای ما مشخص کنید خب دوستان و گرامیان و عزیزان قن شاگردای گل ما در پایان جلسه امروز رسیدیم قبل از اینکه جلسه را اتمام برسانیم خاطر نشان بکنیم که کانال ارتباطی ما را همواره همواره در خاطرتان بسپارید 2964 و 255 چهل سیزده در واقع زمان ارتباطی ما کانال ارتباطی ما با شما عزیزان است تا دیدار دیگر شما عزیزان را به لای پاک بسپارم خداوندیا رو نگهدارتان